برو اونور نیفتی. یه لحظه همگی سکوت. خب همین الان عرفان پیشنهاد داد که چرا ولوگ نگرفتی از اول؟ من دیدم که واقعا نمیدونم چرا. آقا از ابتدای امسال باره سوم یعنی مردمی؟ بابا 6 بار اومده از ابتدای امسال، ما 3 بار اومدیم. یه بار عید که تازه کانالمو شروع کرده بودم، بار خرداد که اونو ولاگشو گذاشتم، بار سومم الان که شهریوریم. تو من سیو کردی؟ این چه دست جورا؟ بیایید گاوا رو ببینید از اینجا. سلام بچه ها. چیز دیگه، دلیل این که از ویدیو قبلی تا این ویدیو انقدر طولانی شد و میخواستم بگم این که من احتمالا کسی که این استارو دارن میدونن که خیلی بد مریض شده بودم، کلا 2 هفته رو تخت بودم، اصلا نمیتونستم تکون بخورم. بعد یه چیزی رو تو این استا استوری کرده بودم، میخواستم اینجا هم حتما ویدیو بعدی رو که گرفتم بگم که باشه. همیشه از بابا که میپرسیدم آرزو چیه، یا مثلا شمع تولدش رو که فوت میکرد میپرسیدم چی آرزو کردی، میگفت سلامتی. بعد من همیشه سر به سرش میذاشتم که بابا سلامتی که آرزو نشد، یه آرزوی درست حسابی. بعد میگفتش که هیچ آرزویی بدون سلامتی نمیشه. امیدوارم هیچ وقت این حرف من رو نفهمید. ولی خب من به خوبی این حرف رو توی این 2 هفته درک کردم، مخصوصا این که مانیتایز شدم و اصلا هیچ لذتی نتونستم ازش ببرم، اصلا نتونستم خوشحالی کنم بابتش. کسایی که یوتیوب رو شروع میکنن میدونن که اصلا تو همش ویدیو میذاری، آپلود میکنی، همش ذوق اینو داری که برسی به اون درجه، برسی به روزی که مانیتایز بشی. ولی خب اون روز بر من رسید و من تو تخت در حال تب کردن بودم و اصلا هیچی برام اهمیتی نداشت. در کلی میخواستم بگم که قدر سلامتیتون رو خیلی 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 بدونید، مواظب خودتون باشید. و من از این به بعد یاد گرفتم هر آرزویی بخوام بکنم بگم که در سلامتی کامل به اون آرزو برسم. شما هم حتما این کار بکنید. دست کن بده. اگه ولاگ قبلی رو یادتون باشه، ما رفتیم گردن حیران و انقدر مه بود که نتونستیم بریم جلوتر رو بهتون نشون بدم و اینا. دیگه الان میریم که بهتون نشون بدم. چرا بیاید سیب زمینی ها رو ببینید، محصول این روستا سیب زمینی ها. کی میکارن؟ فروردین. بعد 13 به در میکارن، الان هم برداشت میکنن. خب از الان تا فروردین رو چیکار میکنن؟ از الان تا فروردین بیکارم، میان تهران کار میکنم. میرم من الان اردبیلم. بچه ها خواستم اعلام کنم که دوباره هوا مثل سری قبله. خب بیاید ببینید مهو این برم با ایده های طلایی آقای سیار که گفتن در طبیعت بریم غذامون رو بخوریم. سلام دوستان عزیزان خودم. سر بیا بشین. آقا غذای خونگی. آقا دوربینت همش نه. بابا چرا انقدر خورش رو زیاد ریختی؟ بابا خور برنج و قاطی خورش کرد. بابا بره تو هیئت کار کنه. چرا انقدر برنج کم ریختی؟ دیگه کشور اون مدل اروپایی خورش دست زیاده. این مدل اروپاییه. احمد یخ بزنه. مامان دست بخود خودت ها میگی بابا. از اتا بخوریم. راحت شدیم. آقا اومدیم بریم تلکابین سوار شیم. البته واقعا نمیدونم چرا داریم تلکابین سوار میشیم، همه منظره مه دیگه، چیز خاصی نمیتونیم ببینیم. نظر شما چیه؟ به نظر سوار شیم؟ آره. آخو ببین کلا ویوش همین مهه، همونی که داشتیم پایین میدیدیم. ویو هرچی چه ویوی باورم نمیشه. جدا چقدر خوب شد که تلکابین سوار شد. عرفان دریاچه هست سازی دامونه. خوبه با واقعا چیزی میبینی. تری تکون میخوره، امکان داره سقوط کنیم. چند وقت پیش یه دونه از این چیزاشون کابیناشون سقوط کرد. دقیقا تو گردن ایران. نه بابا. آقای رنگو اینجا رو میبینی؟ اینجا به سختی زندگی میکنن. کی هست؟ بابا هیچی معلوم نیست، الکی فقط پول دادیم. بابا خوبه، خودمون اومدیم ببینیم. خودوکیلی یعنی کسی اینجا بیفته تیکه کوچیک گوششه. تیکه بزرگه.
باحال. هیچی معلوم نیست از اون تو هم معلوم نیست. نه به دلم افتاده گوشیت میفته پایین ها. اومدیم بالا خیلی سردتره. بعد دارم به روزایی فکر میکنم که تو تهران دو روز پیش داشتیم کولر میزدیم. واقعا نمیدونم چه رفتی به خرگوش داره اینجا، ولی گذاشتن اینجا برای فروشه. فروش. اونو نگاه کن چقدر کوچیکه بچهش. خدا سلام. درشو باز کن بذار جلوش. آتمو امروز قرار بود که ما رو بیاره به طبیعت فوق‌العاده و طبیعت فوق‌العاده ای که اینجا هم حتی غذا میده. از اونجا که طبیعت گردی خیلی موفق داشتیم الان اومدیم پاساژ که بعدش بریم شام. نه این خیلی ست شیکیه. مدل رو درک یه شیرینی خورد به هم و یکی دوستان مرسش که عمود خیلی شبیه ساخت به هم گیریه تا حالا گفته بودم به من حرفی ندارم بزنم. آقا بعد از اینکه تدلس رو تموم شد یادتون رو میدیدم دیگه شدیدن معتاده یه سریال دیگه شدم. نمیدونم لحظه گرگومیشو دیدین یا نه. اولش خیلی گارد داشتم، اینجوری بودم که سریال صدا سیمایی نه من نمیشینم اینو ببینم. بعد از قسمت اول دوم دیگه معتاد شدم دیگه. الان فکر کنم در عرض یه هفته رسیدم به قسمت 43. آرزو کن. آرزو؟ آرزو میکنیم که یه روز بریم اسرائیل. بابا آرزو کن. آرزو کن. تو آرزو کن. تو یکیش مال تو آرزو تو بگو. من آرزو میکنم که همیشه شاد و سرحال باشیم همینجوری. خب این واسه تو. مرسی. اوه. هم واسه من. آرزو کن. بابا داشتم فهم کم دیگه از این به بعدم پاییز میشه دیگه. اصلا همچین هوای صافی آرزو میشه. همش آلودگی هوا خواهیم داشت. خوب یا سی زمینی ببینیم. الان این همه سی زمینی رو جمع کردم. له نکنید سیب زمینی رو برو از جلو بگیر. کجا این؟ خودمون باید برداریم. سلام بده بگو کجایی؟ ما قصد چیزی کمیبی ها بخواستیم. آقا ما بر طبق چیزایی که توی این استا دیدیم تصمیم گرفتیم بریم دریاچه سوها. بعد حدوداً یه ساعت راه بود. الانم رسیدیم جادهش خیلی جوری و خاکی و داغونه. بعد اینکه دیر اومدیم. مثلا باید زودتر می اومدیم. الان ساعت 5:30 تا ما بریم بشینیم مستقر شیم و اینا. ولی حالا داریم میریم دیگه. ایشالله که جای خوبی باشه و ارزش داشته باشه. الان مامانم اصلاح کرد. گفتش که سوها نیست. سوهاست.
اومدیم بالاخره. بابا اونجا رو ببین کم کردن رنگی رنگی ها. جادهش انقدر بد بود، نظر شما چیه راجع بد بودن جادهش؟ ارزش اومدن رو داشت. آره جادهش انقدر بد بود گفتیم الان سگ اونجا نیست، ولی پر ماشین و آدمه اینجا. بس بگیرم از گرما میپذیر، ما داریم از سرما یخ میزنیم. دیگه تا زمانی که مایی بلاگو بزنم پاییز شده. هر شد هیزان جمع کنیم. های کنیم این جناس سمیم. که دو وسط بپزم هم کیف کنیم. زهرم ها را آوردیم زیاد. یه جود میگرفت نه. جاتون خالیه، هر کی نیاز سرش کلا میره. دیگه همه رو گفتنی رو گفتن. بزرگترین بدی مسافرت طولانی اینه که برمیگردی به تنظیمات کارخانه روز اول و لباسهای تکراری. من گوشواره هامو خیلی دوست دارم. اصلا تازگی عاشق چیزای اینجوری برق برقی و هولوگرامی شدم. بذارید بتونم نزدیک نشون بدم. نگاش کن. یو خدا. ناخونام این سری کروم کردم. اینجا خیلی قشنگه. حالا رودخونه رو ببینید، صدای آب میاد. حده جلو رو ببینید. دارید میبینید؟ آره. آره. همون ما رو آورد اینجا. یه گفتم اظهار کنم. مرسی. اینم با حالا دست دارم. نه میام میام. مثل بهشت. بهشت فکر میکنم اینجا چوب پیدا میکنم. نه چوب از کجا پیدا کنم؟ فقط کاش اشغال نبود انقدر. اونا بردارید چوبه. فقط قشنگن این دوتا. بچه ها کاش میشد از این اکسیژن خالص و هوایی که هست و این حسی که هستش هم فیلم بگیرم. دیدی یه لحظه هایی هست در حین این که داری لذت میبری هی دائم مغزت اینجوریه که چقدر دلم تنگ خواهد شد، با اینکه هنوز اون لحظه ها تمام نشد. الان من یه همچین حسی دارم که احساس میکنم دلم برای اینجا این فضا این هوا خیلی تنگ میشه. میتونم با خیال راحت لذت ببرم. همش مغزم اینجوریه که پاییز میشه و تهران همیشه تو پاییز هواش آلوده است خیلی بد و تو آرزوت میشه همچین اکسیژن خالصی. برای چی داری آتیش درست میکنی؟ آتش رو؟ آره آتش برای آشرشته. دیروز آشدوق امروز آشرشته. بله در طبیعت. در طبیعت. الان تو این لحظه آدم باید دعا ما بکنه. دعای کومیل بابا شوته میکنه بابا کارتو. آفرین. فیلمه. بیاید من
نشون بدین چقدر سردش. داره پاماتون از سوچون یا با بابا یه کت بانو بوده دیگه زهر ما نمیدونست یه کت بانو میره اینا رو خوش میکنه چای زغالی. بابا تام بیا. یه شب عالی منطقه گردن حیران امیر پایین. آقا اون روز که من کیک گرفتم انقدر خوشمزه بود، یعنی من تو کل کافه‌های تهران همچین کیکی نخورده بودم. بچه های اردبیل کافه کیک برفی توی اسم پاساژ چیه؟ اطلس. آره اینجا که وارد که میشید همین اینجاست که خیلی خوشمزه و کیک دبل چاکلتشون. سوری جون میخواد شال بخره، عرفان داره دندونش رو چک میکنه. آقا ما دیروز قرار شد برگردیم بعد موندیم، دیگه قرار بود امروز هم برگردیم ولی موندیم. تنها دلیل موندنمون هم چی بود؟ اینکه زنمون گفت امروز لازانیا درست می‌کنم بمونید. و من لازانیا خیلی دوست دارم حالا کلاً، ولی از بین همه لازانیای دنیا برای زنمون بیشتر از همه دوست دارم. به به وای.